اجتماع مبلغان حسینی در بیت مرجعیت شیعه در شهر مقدس قوم برگزار شد در این مراسم مرجعیت شیعه با حضور در جمع مبلغان ضمن تعذیت گفتن به آنها در آستانه ماه محرم اظهار امیدواری کردند که همگان در همه جای دنیا شاعر مقدس حسینی را هرچه بیشتر وسیعتر پربارتر و پرشورتر انجام دهند معظم الله پسته سخنانی با اشاره به فرازی از یکی از زیارتهای امام حسین علیه السلام فرمودند امام حسین علیه السلام استنسای خدا در تکوین و تشریح هستند و شواهد تاریخی و روایی فراوانی در این باره وجود دارد مرجعیت شیعه سپس با طرح این سوال که علت حرکت امام حسین علیه السلام در حالی که مظاهر عبادی اسلام همانند نماز و حج و روزه در جامعه پابرجا بود چه چیزی بود فرمودند امام حسین علیه السلام خود پاسخ این سؤال را داده و فرمودند اسیر به سیرت جدی و عبی چرا که در آن زمان سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مومنان علیه السلام از بین رفته بود معظم الله ادامه دادند مسئله چگونگی مجازات فردی که اقدام به براندازی نظام کرده است از جمله سیره های رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام است که فراموش شده است بارها در ایام حکومت این دو بزرگوار افرادی اقدام به براندازی نظام کردند اما از سوی این بزرگواران نه به زندان افتادند و نه شکنجه شدند و نه به قتل رسیدند این از جمله زیبایی های اسلام است که فراموش شده است مرجعیت شیعه در ادامه با آوردن مثال های تاریخی از رفتارهای پرمهر پیامبر و امیر المومنین علیه ما سلام در زمان حکومت خود انقلاب عراق را مثال زده و فرمودند اما به یاد داریم که در جریان انقلاب 1958 عراق کسی که بر سر کار آمد هم دستان خود را به اتهام براندازی نظام اعدام کرد در حالی که حتی جرم آنان ثابت نشده بود متاسفانه این مسائل در کشورهای اسلامی عادی است در زمان یزید انسانیت و اخلاق فضیلت اسلام نبود و امام حسین علیه السلام برای احیای این امور به شهادت رسیدند مرجع عالیقدر در ادامه با تاکید و لزوم رساندن این مطالب به جهانیان فرمودند محرم و سفر بهترین فرصت برای این کار است و همگان در این خصوص مسئولیت دارند حتی جوانان مسئولیت دارند که با دستگاه موبایل خود این فرهنگ را به دنیا برسانند ایشان سپس با اشاره به شرایط محرم و سفر در سال جاری فرمودند مسئله بعدی تعظیم شاعر است که در سال جاری به گونه دیگر است همگان باید بدانند امام حسین علیه السلام یک امتحان الهی هستند و برای همین در ماه محرم و سفر هر سال یکی به گونه ای رفتار می کند معظم الله در ادامه با اشاره به نقلی از اتفاقات تاریخی از قول پدر بزرگوارشان و بیماری هایی که در شهر مقدس کربلا جان یک سوم از مردم را گرفت فرمودند تمام خانه ها به جز خانه ما کشته دادند و این به این دلیل بود که هر روز در خانه که هر روز در خانه ما مجلس روزه برگزار می شد مرجعیت شیعه از قول پدر خود ادامه دادند با اینکه کربلا در آن زمان کانون وبا بود هیچ یک از علمای نجف نظیر آخوند خراسانی مرحوم سید محمد کازم شاگردان مح، مرحوم وحید بهبهانی شاگردان کاشف الغطا شاگردان مرحوم سید بحرال و شاگردان مرحوم شیخ انصاری و میرزای بزرگ و دهها عالم دیگر نفرمودن که رفتن به کربلا حرام است و مرحوم والد نقل میکردند. زیارت امام حسین علیه السلام حتی نسبت به قرب کمتر نیز نشد معظم الله تحکید کردن باید هوشیار باشیم که مبادا گرفتار خزلان در دستگاه امام حسین علیه السلام شویم هر چیزی که سبب تکریم سید و شاده علیه السلام شود از شعار ایشان است و باید حفظ شود مرجعیت در ادامه با پرداختن به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام فرمودند باید همگان برای حفظ این زیارت بزرگ با هر وسیله‌ای بکوشند مراقب باشیم که در دستگاه امام حسین علیه السلام منفی نداشته باشیم چرا که باعث نابودی و تباهی در دنیا و آخرت می شود مرجعیتش در پایان تاکید کردند تلاش کنید تا اربعین امسال بهتر و پرشورتر از سالهای قبل برگزار شود